السلام علیک یا ابا السلام علیک یا سلام علیک السلام علیک یا ابا السلام علیک یا ابا السلام علیک یا ابا سلام بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سید یا ابا عبدالله و سلام به شما بینندگان عزیز، دوستداران سید الشهدا علیه السلام. امیدوارم که عزاداریاتون قبول باشه. ممنون که ما رو مهمان نگاهتون کردید. شبای قبل خدمتون عرض کردم که اگر نکته‌ای دارید راجع به این برنامه، پیشنهادی، انتقادی، حتما برای ما بفرستید. این پیامک های شما که میاد، پیام هایی که به پلتفرم های شبکه، به شماره شبکه که زیرنویس میشه میدید، راجع به برنامه اظهار نظر میکنید، این به ما دلگرمی میده، قوت قلب میده، عوامل برنامه خستگیشون در میره. حتما انشالله اینو مد نظر داشته باشید که نظراتتون رو راجع به برنامه به وقت سلام برای ما ارسال بکنید. سلام امشب رو تقدیم بکنیم به همه نوکران با وفای ابا عبدالله که تعظیم شعائر کردن و دهه اول محرم امام حسین رو پاس داشتن، گرامی داشتن، هیئت برپا کردن، بالا داربست رفتن، دستجات عزا برپا کردن. از طرف همه تون سلام میدیم محضر آقامون سید الشهدا، به وقت سلام دست به سینه میگذاریم و عرضه میداریم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. یاد اولید نگاه به ذریح تو بخیر، یاد اولید نگاه به ذریح تو بخیر، لحظه ای که من شدم دیگه عاقبت بخیر. توبه و استغفار، چه توبه و استغفاری بالاتر از این که رسول خدا اهل بیت علیه السلام برای آدم استغفار بکنه. وقتی مستغفر رسول خدا باشه، قرآن شهادت داده که خداوند تواب و رحیمه. در سوره نساء آیه 64 این رو میخونیم که خدای تعالی میفرماید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم
جاءوک و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر اونهایی که به نفس خودشون بدی کردن، یعنی گناه کردن، با توی پیغمبر مخالفت کردن، می اومدن پیش تو و استغفار میکردن، آمرزش طلبی میکردن و رسول الله هم برای اونها آمرزش میطلبید، خدا رو تواب و رحیم میافتند. میخوام یه حدیثی برای شما بخونم. پس خدای تعالی شهادت داد که اگر کسی و رسول الله براش استغفار، خودش استغفار کنه، رسول الله هم براش استغفار بکنه، حتما خداوند او رو میامرزه. یه حدیثی به ما رسیده که بشارتی از امام صادق علیه السلام که در کتاب شریف کامل و زیارات اومده، از عبدالله ابن بکیر. عبدالله ابن بکیر میگه که من از امام صادق علیه السلام پرسیدم که ابن رسول الله لو نبش قبر الحسین هل کان یصاب فی قبره شی، آیا اگر قبر مطهر سید الشهدا رو باز بکنن سید الشهدا اونجاست چیزی در اونجا یافت میشه؟ از قبل حدیث متوجه میشیم که منظور بکیر از این سوال عظیمی که میپرسه اینه که آیا امام حسین علیه السلامی هم که از دنیا رفته به ظاهر صدای ما رو میشنوه، ما رو میبینه، ما رو میشناسه؟ حضرت در جواب فرمودن که یبن بکیر ما اعظم مسائلک، چقدر سوالای سنگین و عظیمی میپرسی، اما جواب اینه ان الحسین ما ابیه و امهی و اخیه فی منزل رسول الله. سید الشهدا علیه السلام با پدرش، با مادرش و برادرش امام حسن مجتبی در منزلگاه رسول خدا در بهشتن و معهو یرزقون و یحبرون، پیش رسول خدا روزی میخورند و رشد پیدا میکنند. و انهو لعن یمین عرش الله متعلق، او به تعبیر شعرا گوشواره عرش خداست و در عرش ساکنه و اونجا از خدا درخواست میکنه سید الشهدا، یا رب انجز لی ما وعدتنی، اون چیزی رو که به من وعده دادی محقق کن. و انهو لینظر الی زواره، سید الشهدا حتما نگاه میکنه به زوارش. و انه اعرف بهم و به اسمائهم و اسماء آبائهم، او میداند اسم اونها رو و اسم پدرانشون رو و ما فی رحالهم، چیزایی که تو توبره و کوله پشتیشون هستش میدونه حضرت، یعنی از همه چیشون خبر داده. من احدهم به ولده، حتی از پدرانشون هم اونا رو بهتر میشناسه. و انه لینظر الی من یبکی، سید الشهدا به گریه کنانش نگاه میکنه. حضرت صادق میفرماید میبینه گریه کنانش رو، فیستغفر له، برای اونها استغفار میکنه، آمرزش میطلبه برای گناهانشون. و یسأل اباه الاستغفار، از پدرش امیرالمومنین هم میخواد برای اونا استغفار کنه. در نسخه دیدم و یسأل من آبائهی الاستغفار، از پدرانش میخواهد برای او دعا بکنن. و یقول ایها الباکی، با گریه کنش حرف میزنه امام حسین، میفرماید ای گریه کن، لو علمت ما اعد الله لک، اگه میدونستی خدا برات چی آماده کرده، لفرحت اکثرم ما حزنت، بیشتر از اون چیزی که الان گریه میکنی ناراحتی، خوشحال و مسرور میشدی به خاطر اون بشارت ها. و انه لیستغفر له من کل ذنب و خطیه، سید الشهدا برای تک تک گناهان و خطاهای او استغفار میکنه. برگردیم به آیه ای از قرآن که خوندیم که اگر اونها استغفار کنن، رسول الله هم براشون استغفار بکنه، حتما خداوند میامرزه. وقتی مستغفر ما سید الشهدا علیه السلام بشه و اجداد طاهرینش و مادرش فاطمه زهرا، دیگه گناهی باقی نمیمونه. چه استغفاری بالاتر از این که ما گریه کنیم بر مصیبت ابا عبدالله و خود ابا عبدالله برای ما استغفار بکنه. انشالله که همه زنوبمون
مورد مغفرت خدای تعالی قرار بگیره، پاک و طاهر باشیم وقتی آقامون سید و شهدا رو ملاقات میکنیم. فاصله ای میگیریم، بر میگردیم در خدمت یکی از خدام که شاعر اهل بیت هم هست. هستیم که نوکری توست خیر العمل حسین، که نوکری توست خیر العمل حسین، تو آقا من غلامت از روز ازل حسین، در باب عشق بر شما فرمود امام رضا، این کن تباکیان لشای فبکه علال حسین، گریه می کنم بر زبیه ادشان، گریه می کنم بر قتیل عریان، گریه می کنم بر حسین مظلوم، گریه می کنم بر اسیر عدوان، سیدی و مولای ابا ابا عبدالله، سیدی و مولای ابا عبدالله، سیدی و مولای ابا آیم مبین رستمیان، شاعر اهل بیت علیهم السلام، مهمان ما هستن. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید. سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. در خدمت شما. علیکم السلام، در خدمت اهل بیتی، خیلی خوش اومدی به برنامه به وقت سلام. آی رستمیان، بذار از همین اول بریم سراغ اصل مطلب، که در این خونه دنبال چی اومدی؟ دنبال خودمون آقا. اومدیم خودمونو پیدا کنیم، چون من خودم خیلی جاها رفتم اما خبری نبود. پیدا کردی اون چیزی که میخواستی و... هنوز نه، اما یه ذره شاید. به نظر توقع امام حسین علیه السلام از شما چیه؟ توقع امام حسین از ما که چیزی که خودمون میدونیم خیلی بالاست، ولی متاسفانه هنوز نشده. خودم میدونم که نشده. خودت هم توقعی از امام حسین داری؟ نه. هیچ؟ هیچ. بذار اینجوری بگم که در این خونه چی گیرت اومده که اگه اینجا نبودی نداشتیش؟ یادم نمی رود که همه عزتم توی من پای سفره تو شدم محترم حسین. من همش دلم می خواست یه جا بیام یه چیزی رو بگم. من اصلا این که الان اینجا نشستم، این خودش معجزه است. چطور؟ چون من یه روزای سختی رو گذروندم، یه سالهای داد زدم شاید یه عده منو ببینن، فقط ببینن ها، یعنی بگم منم هستم. اما این از لطف امام حسینه که الان من اینجا، این از لطف اون زیر قبه امام حسینیه که من رفتم و گفتم آقا من دلم میخواد شاعر شم. چون یادم همه گفتم میری کربلا زیر قبه امام حسین، هرچی بخوای بهت میده. من یکی از دعام این بود که من خسته شدم، دلم میخواد شاعر شم. چون من تو بچگیم بعضی وقتا شعر می نوشتم، حالا وزنی نداشت، مضمونی نداشت، فقط یه چیزایی، یه حسی بود و خیلی هم مسخرم می کردم. وقتی اون سال که من رفتم کربلا زیر قبه امام حسین، گفتم من می خواهم شاعر شم، می خواهم شاعر خودت شم.
توقعی هم ندارم، فقط شاعرشم. و این عزت، من نمیگم عزت ها، شاید اسمش عزت نباشه، واسه من عزته. اون توقعی که خودم داشتم از اون گذشته و از الان. چه فرقی کرده؟ خیلی فرق کرده، خیلی فرق کرده. شاید یه موبینی که اصلا این دم و دستگاه رو اعتقاد نداشت، شاید یکی که اصلا تو تنهاییش امام حسینی نداشت، الان همه کس و کارش امام حسینه. الان همه دلخوشیش اینه که دهه محرم بیاد و شعر بنویسه، دهه محرم بیاد و بره هیئت. کنار امام حسین امنیت پیدا کردی؟ بله، پناه پیدا کردی. امام حسین پناهه، امام حسین پناه. یه شاعر یه شعری گفته، یه سوالی پرسیده که خیلی ها توش موندن، ولی هر کی از نگاه خودش جواب میده. خواهیم ببینیم نگاه آقای رستمیان عزیز چیه. تو مصرع اولش این سوالو پرسیده که این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. این امام حسینی که عالم همه دیوانه اونه، امام حسین زهیره، امام حسین وهبه، فقط امام حسین حبیب نیست. میاد دنبالت؟ بله. دنبالت هم اومد؟ بله. میتونی گفتنیه، میتونی بگی یه مقدارشو؟ خیلی جاها ما فرار میکنیم، فرار میکنیم که امام حسین. من اینجوری بودم، فرار میکردم که راه هم به راه هیئت نخوره، راه هم به رفیق هیئتی نخوره، راه هم به بچه مذهبی نخوره. چرا؟ حالا به یه شرایط زندگی، اتفاقه، اون رفیق هایی که اون موقع من باهاشون در ارتباط بودم. چی شد که اومد دنبالت حالا امام حسین؟ یه شب من یه جایی بودم و خب ما خانوادتاً پدر مادر اقدیم هیئتی بودن، روزگیر بودن، روزه می گرفتن تو خونه. تن ما با روزه امام حسین رشد کرده بود، اما به یه دلایلی خب این راه جدا شد. من یه شب یه جایی بودم، یه مهمونی بود، من یهو دلم واسه هیئت تنگ شد، یهو دلم واسه امام حسین تنگ شد، دلم واسه روزه تنگ شد، دلم برای اسم حسین تنگ شده بود. و یادم اومدم تو حیات اون ویلا و یه دو سه بیت واسه خودم میخوندم و گریه میکردم. این مصرع رو خیلی تکرار میکردم. ارباب هوای نوکرش را دارد. ارباب هوای نوکرش را دارد. و اونجا به امام حسین گفتم من خسته شدم. من غلط کردم. میخوام برگردم. و برگردوند. اومد دنبالت؟ بله. ارباب هوای نوکرش را داره. ارباب هوای نوکرش را داره. چند بار تو زندگی حس کردی که هوا تو داره؟ خیلی، خیلی. یکی از اون خیلی ها که گوشه ذهنت الان میدرخشه رو میتونی بگی؟ یکیش که شب عمل من بود و من هیچ پناهی جز امام حسین پیدا نکردم. عمل جراحی داشتی؟ خب. و عمل سنگینی بود و من هیچ پناهی پیدا نکردم و به خودش گفتم که چون بهم گفته بودم 50-50 یا برمیگردی یا تمام. گفتم آقا من دلم میخواد برگردم، برمیگردم و نوکریتم میکنم. و برگردوند. یه اتفاقایی هست که نمیتونم بگم. برگردوند. خدا رو شکر.
من داشتم فکر میکردم که یه شبی محرم بود، من اون سالی که یه مریضی همه‌گیری اومده بود منم بستری بودم تو بیمارستان و یه شبی بود که من واقعا فکر میکردم صبح نمیبینم و با اینکه خیلی از مردن نمیترسم ولی اون شب از ترس مردن، چون انقدر بهم نزدیک شده بود، از ترس مردن خیس عرق شدم. از ترس اینی که گفتی یاد اون افتادم که اون لحظه گفتم یا امام حسین من تو رو خیلی دوست دارم، من تمام سعیمو کردم که بچه های محلمون و هر کیو میبینم بگم بیایید محبت امام حسین، بیایید در این خونه، من امیدم فقط به توه ها. تا نام مقدسشو بردم و بهش پناه بردم این عرق خوش شد. بله، ترسم ریخت. پناهه امام حسین، پناهه. بعد من این واسه خودم ثابت شده است، امام حسین پناه همه است، رحمت الله الواسع است. تو امام حسین همه، تو امام حسین همه و امام حسین بعد ماست. اگر زندگی تو یه غزل عاشقانه تصور کنی، مسیر و نوکری، زندگی که در کنار امام حسین بودی، یه غزل عاشقانه تصور بکنیم، شاه بیت این غزل چه اتفاقیه؟ برگشتن. برگشتن به دامن امام حسین. برگشتن به دامن امام حسین. چون تو داستانهای عاشقانه مجنون اکثرا به لیلی نمیرسه، ولی امام حسین یه کاری میکنه که برسی. لیلیه که خودش به مجنون میگه بیا، مجنون فرار میکنه خیلی وقتا، لیلیه که میکشه. یه جمله ای هستش که یاران امام حسین وقتی تو بغلش دست و پا میزدن یا توی میدون بودن از دور میگفتن که ارزید و وفیت، آیا من راضی شدی؟ آیا وفا کردم؟ آقای مبین رستمیان عزیز میتونه با دل قرص این سوال از امام حسین بپرسه؟ نه. هنوز به اون مرحله نرسید. نه. میگه من با گناه آمدم تا ببینمت، پس ممکن است حر بشوم من حبیب؟ نه. اما در این خونه اومدی به حرم گفت ارفع راسک. بله. سرتو پایین نگی، سرتو بالا بگی. میخوایم همون فضا رو تصور کنیم که شما مشرف شدی به خیمه ابا عبدالله و بهتون اجازه دادن که یک بار سید الشهدا رو ملاقات کنی، در حالی که امام حسین علیه السلام دارن پرونده اعمال شما رو در خیمه ورق میزنن، کارهای شما رو دونه دونه میبینن. آیا حاضری خودتو در این چالش قرار بدی و وارد خیمه بشی؟ وارد اون خیمه میشی؟ باز هم نه. فقط همین یه بار فرصت بهت دادن و روی ماهش رو ببینی. روم نمیشه برم داخل. دلم میخواد برم داخل، روم نمیشه. چون امام حسین تو کربلا چیزی که ما از بزرگامون شنیدیم، یه آقایی هم شبیه ظهیر نمیومد سمت امام حسین. دیگه یه جایی به بعد دیگه ظهر روش نمیشد که بره، ولی امام حسین فرستاد دنبالش که بیاد. یعنی تایی دلت میخوای خود آقا بفرسته دنباله؟ مطمئنم یه روزی میفرست، مطمئنم که میفرست، ولی من روم نمیشه برم داخل. باز هم همون بیت، من با گناه آمدم، من که خودم که بهتر میدونم. حالا اگه فرستادن دنبالتون، شما که گفتی فرستادن دنبالم، اما به عینه این رو در دنیا یا آخرت ببینی که پیک سید الشهدا اومد در آخرت، آقای مبین رستمیان
تو فلان برنامه گفتی امام حسین یه روزی دنبال من میفرسته. بیا بریم. دنبالت فرستادن. و میری محضر سید و شهدا علیه السلام و خود حضرت رو میبینی. چی بهش میگی؟ نمیدونم قابل پخشه یا نه، ولی مطمئنم بهش میگم غلط کرد. امام حسین به شما چی میگه؟ نمیدونم. اصلا مهم نیست امام حسین چی میگه. مطمئنن بهش میگم فقط غلط کرد. اگه بنا به صله گرفتن باشه، شوهرها صله میگرفتن دیگه، احسان اهل بیت رو میگرفتن، دهبل خزایی، ابو هارون مکفوف داریم در روایات نه. که صله گرفتن. حالا به شما میگن که آقای رستمیان برای ما شعر گفتی و صله چی میخوای؟ رفاقت و همسایگی دائمی با حضرت جون. جون؟ چرا دنبال چی چیزی میخوای بپرسی از جون؟ دوستش دارم. چون امام حسین به جون گفت برو ولی نرفت. جون عاشق واقعی بود و امام حسین هم صورت رو صورت یه نفر گذاشت از نوکرهاش، از اصحاب، و فقط صورت رو صورت جون گذاشت. یه دونش حضرت علی اکبر بود از بنی هاشم، یکیش هم حضرت جونه. من شاید اگه یکی ازم بپرسه یه روز اگر بری اون عالم دوست داشته باشی یکی رو ببینی، واقعا حضرت جونه. به نظرت چه خصوصیتی داشت که اینجوری دل امام حسین رو بود؟ رو راست بود. جون نوکر واقعی بود، نوکر به مزد نبود، نوکری رو واسه نوکریش انجام میداد. دنبال این نبود که نوکری کنه که مزد بگیره. ما خیلی وقتا نوکری میکنیم که مزد بگیره، ما رو بشناسن، صله بدن. جون واسه خود ابی عبدالله نوکری میکرد، عاشق خود ابی عبدالله بود، نه مزدی که از ابی عبدالله میگیره. و مزدش هم گرفت. به خده و علی خده. روز 11 که داریم با هم حرف میزنیم، شب 12 و موقعیه که اهل بیت علیهم السلام مثل چنین روزی از کنار بدنهای مطهر بردن به سمت کوفه. اون موقع فرصت نشد، اصلا نذاشتن عزاداری بشه. یعنی کمترین حقی که یک کسی که عزاداره داره اینه که بتونه یه ذره گریه کنه کنار بدن عزیزش، اما این فرصت رو ندادن. یعنی نه نوح خونی بود، نه شاعر اهل بیتی که اونجا مرثیه‌ای بگه. میخوایم خیال کنیم یکی از کارهایی که شعرها هم توی شعر گفتن دارن که خیلی هم قشنگه، همین عنصر خیاله دیگه. میخوایم خیال کنیم که اون روز ساعتی اجازه میدادن که نوکرای امام حسین، شوهرای مثل شما در اون عرصه باشند و مرثیه سرایی کنن، بچهای امام حسین با خیال راحت کنار بدن پدرشون گریه کنن. شما دوست داشتی اون موقع کنار کدوم بدن پاره پاره بشینی و تعزیت بگی به اهل بیت با چند بیتی شعر؟ کدوم یکی از این بدنها حلقه ذکر شما میشد؟ چند سال پیش داشتیم میرفتیم یه مسیری رو، به یه دلیل یکی جلوی ما رو بس و جلوی من شروع کرد داداشم رو زدن. طرفم هیکلی، سنی، وزنی، همه جوری 10 برای من، ولی چون داداشم رو داشت میزد دیگه دست خودم نبود. پریدم جلو گفتم داداشمه، ولش کن.
من چون خودم معجزه‌ای که تو زندگیم افتاده از قمر بنی هاشم. آقا ابوالفضل پهلوان بود و پهلوان افتاد رو زمین و وقتی قمر منیر بنی هاشم افتاد امید خیمه ها ناامید شد. کسی حرف آتش بر لب نیارد که این خیمه دیگر سقا ندارد. من اگه کربلا اگر تو واقع بودم حتما روزه برادر میخوندم. برادر وقتی گفتی این اتفاق افتاده برای خودت و برادرت من جیگرم سوخت، چون تو اون حال و هوا بودم و تو ذهنم بود که یه آقایی شما اون لحظه پریدی جلو و دفاع کردی دیگه، حداقل با کلامت. دیدم که یه آقایی روی ناقه پاهاشو از زیر ناقه بستن، دستاشم با قل و زنجیر جامعه. روم نمیشه، اصلا نمیتونم بگم که آقا با عمه ها و خواهراش جلو چشش چه کار کردن. روزخون شمایی امشبای رستمیان عزیز، ما کجا بریم؟ دلامونو ببر کنار یکی از این بدنهای مطهره و شعر شما رو بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسیر می شوم ولی نمی دهم وقار را. هیکل احسن بگو ولی کجا برم این دل قصه‌دار. حسین من چه دیدم با سر تو قمار را؟ بزم حرام هم کسی ندیده چشم زار را. نشان دهم دوباره من قدرت ذوالفقار. وقت وداع جان من چقدر آه میکشی؟ منت آب را چرا از این سپاه میکشی؟ برو ولی مرا به یک روز سیاه میکشی. پای مرا تو عاقبت به قتلگاه میکشی. با خودت امتحان نکن زینب استوار. یه بار دیگه این بیتو بگو. برو ولی مرا به یک روز سیاه میکشی. پای مرا تو عاقبت به قتلگاه میکشی. با خودت امتحان نکن زینب استوار. با خودت امتحان نکن. ببخشید من. آه چقدر در همین، آه چقدر در همین کم شده ای برابرم. آمدم و ندیدمت، کجایی ای برادرم؟ آخ حسین. دویدم به سمت تو، وای به حال مجرم. حسین خودم تو را از این میان به خیمگاه میبرم. چگونه من سحر کنم این شب انتظار؟ خانوم از زینب که اومد بالای گودال، زینبی که همه عمرش کنار ابی عبدالله است، اومد بالا قتلگاه و انت اخی زینب ابی عبدالله رو نشناخت. سلام ای برادرم. سلام نه شما تویی. چگونه باورم شود امام کربلا تویی؟
این تن زیر دست و پا، این تن سر جدا توی، این تن زیر این همه نیزه شکسته ها توی. حسین چطور بغل بگیرمش این تن نیزه زار رو؟ ببخشید سرت کجا رفته چنین بوی تنور میداد؟ حسین کسی به اسم کوچکم مرا خطاب میداد؟ ببخشید منم حسین جان، غمی عجیب در دلم مرا عذاب میداد. تو را صدا که میزنم سنان جواب میدهد. گرفته از دوریت از دل من قرار را، گرفته از دوریت از دل من قرار را. السلام علیک یا مظلوم. سلام بعد شب عاشورایی دیگه. السلام علیک یا غریب. السلام علیک یا عطشان. السلام علیک یا عریان. السلام علیک یا بدن و سلیم. السلام علیک یا شیب الخدیم. السلام علیک یا ساکن کربلا، یا ابا عبدالله. آقا ببخشید. طیب الله انفاسکم. انشالله که سله از دست مبارک امیر المومنین و فاطمه زهرا بگیریم و دنیا و آخرت زیر خیمه ابو عبدالله باشیم. معمولا این سوال رو من از پیر غلاما میپرسم، اما نمیدونم چرا به دلم افتاد که قبل از اینکه دعا کنی برامون این سوال از شما هم بپرسم که اگر صدای شما در همه بلندگوهای هیئت‌های حسینی قرار بودش به اندازه چند جمله پخش بشه، همه جوانای امام حسینی، همه نوکرای سید و شهدا صدای شما رو بشنون، تو اون چند جمله چی میگفتی؟ همون شعر اول شما، این حسین کیست که عالم همه دیوانه است. انشالله که واقعا مسیر ارباب باشیم و نوکر واقعی امام حسین. زنده باشید. یه دعا مهمونم کن. خدایا به حق امام حسین، الهی عاقبت ما، عاقبت ما، عاقبت ما ختم به سید الشهدا بشه. الهیام 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 ان شاء الله. به خدا میسپاریم عزیز داغ. زنده باشید. یا علی زنده باشید. به مجلس عزای تو یکی گلاب میدهد، یکی به دست تشنگان به گریه آب میدهد، یکی ز کف برای تو قرار و تاب میدهد، به عزت خدا قسم خدا جواب هر که با زبان دل زند تو را صدا،
حسین من، 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 حسین من. برای توبه و استغفار به درگاه خدا بهترین راه شرکت در مجالس سید الشهدا است و اشک ریختن در مصیبت سید الشهدا علیه السلام. این رو امام صادق علیه السلام به ما یاد دادن که تر شدن چشم در عزای امام حسین علیه السلام باعث آمرزش گناهانه، باعث ریزش گناهانه. حدیث شریفی است در کتب قدیمی ما مثل المحاسن، کامل الزیارات اومده که امام صادق علیه السلام فرمودن من ذکر ناینده، هر کی که در نزد او یادی از ما بشه. ففاضت عینا، چشمش تر بشه. ولو مثل جناح ذباب، حتی اگر به اندازه یک بال مگسی باشه. غفر الله ذنوبه ولو کانت مثل زبد البحر، خداوند گناهان او رو میامرزه اگرچه اندازه کف دریاها باشه. تشبیه رو دقت بکنید، حتی به اندازه یک تکبال مگس چشش تر بشه، به اندازه کف دریاها هم گناه داشته باشه آمرزیده میشه. این لازمش اینه که طرف مؤمن باشه، ایمان داشته باشه به خدا و رسول و اهل بیت امام حسین علیه السلام، باورهاش درست باشه و در مورد اعمالش هم پیرو و اهل بیت باشه، دنبال اصلاح خودش باشه. بله، اون موقع اگر یه قطره اشک بریزه به اندازه کف دریاها هم گناه داشته باشه آمرزیده میشه. اما نه اینکه بنا رو بر گناه کردن بذاره و بدین وسیله بخواد گناه پاک بشه، نه، بنا بر حرکت درست و عمل صالح، پیروی امامه. حالا همه ماها بینی و بین الله وقتی به خودمون نگاه میکنیم گناهان ما از کف دریاها بیشتره، اما نمیخواستیم این کارا رو انجام بدیم، بلکه لغزیدیم، خطا کردیم. حضرت میفرماید به اندازه بال مگسی گریه بکنه گناهانش بخشیده میشه، حتی اگه به اندازه کف دریاها باشه. در حدیث مشابه دیگری حضرت صادق علیه السلام اشاره خاص به امام حسین میکنن، فرمودن که من ذکر الحسین عنده، هر کی نزد او یاد حسین کنن، فخرج من عینه من الدموع مقدار و جناح ذباب، و خارج بشه از چشمان او تری به اندازه یک بال مگسی. کان ثوابه علی الله عز وجل، این ثواب و پاداشش بر خدای عز وجل. ولم یرضى له بدون الجنه، به کمتر از بهشت بر او راضی نمیشه خداوند. اگر در مسیر امام حسین حرکت بکنیم رسیدن به بهشت آسونه، اما شرطش اینه که واقعا تصمیممون این باشه، عزممون این باشه، ارادمون، حرکتمون در مسیر ابا عبدالله باشه. سختش نکنم، امام حسینی زندگی بکنیم، بله، خداوند با یه قطره اشک به امام حسین ما رو بهشتی میکنه انشاءالله. انشاءالله که هممون زیر خیمه ابا عبدالله در بهشت مهمان باشیم و این بشارت ها رو یه روزی با چشمانمون ببینیم. فاصله میگیریم و بخش آخر برنامه. کجا قرار
قرار قلب زار. در بشارتی که امشب از امام صادق علیه السلام خوندیم که به عبدالله ابن بکیر فرمودن که امام حسین علیه السلام گریه کنانشون رو میبینه، با اونها حرف میزنه، به اونها وعده بهش میده، براشون استغفار میکنه. در این بشارت برای ما که در آخر زمان هستیم هم عبرتیه. حضرت خواستن بگن که حجت خدا احاطه داره به همه اونایی که بهش محبت دارن، به شیعیانش. وقتی امام حسین علیه السلام گریه کنانش رو میبینه، چطور حجت خدا امام زمان منتظرانش رو نبینه؟ این رو یقین کنیم در قلبمون که هر موقع صداش میکنیم، هر موقع بهش رو میکنیم، جوابمون رو میده. با امام زمان درد و دل کنیم، از امام زمان خواسته هامون رو بخوایم، از امام زمان رفع گرفتاری ها رو بخوایم که گرفتاری اصلیمون همین غیبت حضرته. هر موقع حتی تو مسائلی گیر میکنیم جوابشو نمیدونیم، از امام زمانمون سوال بکنیم. گاهی وقتا همش به اینو میگن که امام زمان خواهد آمد، امام زمان چه خواهد کرد، همه فعلها رو مستقبل و آینده میکنن. نه، امام زمان همین الان امام ما هست، همین الان صحبتهای ما رو میشنون، همین الان ما رو مدد میکنن، کمک میکنن، دعا میکنن. همین الان ما به وجود امام زمان و به یمن برکتش روزی میخوریم، خیلی از گره هامون باز میشه، خیلی از بلاها از همون دفع میشه و نمیفهمیم که امام زمان دعامون کرده. حالا که خداوند توفیق داره مجلس برپا میکنیم، خلوت میکنیم، نجوا میکنیم با امام حسین، به خودم میگم برنامه داشته باشم تو زندگیم که هر روز با امام زمان حرف بزنم، هر روز ازش بخوام که برام استغفار بکنه، هر روز ازش بخوام که یا صاحب الزمان یه کاری بکن ما تو مسیر قرار بگیریم که تو راضی هستی، از ما راضی باشی، یا صاحب الزمان خودت بخواه که ما هم بتونیم با دل قرص از تو بپرسیم که آیا وفا کردی و تو ما رو دعا کنی در جواب این سوالمون. دعا میکنیم در حق صاحب امر ارواحنا له الفدا و عرضه می داریم به خدا اللهم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. تا به وقت سلامی دیگر، یا علی مدد، خدا نگهدارتون.